کدوم موفق بازیکنان استقلال خوب کار میکنن پشت محوطه جریمه ارسلان مطهری، پاس به جلو اونجا به هر طریق ممکن آرمان قاسمی، یامگو خودش دروازه رو میذاره توی دروازه، گل، گل برای استقلال. از چرده بودن، بازیکن خیلی خوبیه این یامگو، در این 20 و چند دقیقه‌ای که از بازی گذشته بود نشون داده بود، خیلی خوب چرخید روی زمینم زد، فرعباسی اصلا دیده کافی رو نداشت و ناراحتی آقای تارتار که چرا اینقدر راحت اجازه میدن دروازهشون باز بشه. نفس یه پاس رو به جلو رو دیجستد، مهدی پور، حرکت یامگا، خود یامگا وارد محوطه جریمه میشه، یامگا و توی دروازه، گل سوم استقلال توسط یامگا، هفتمین گل این فصل خودش رو برای استقلال به ثمر میرسونه. 13 بازی 7 گل زده، آمار جالب توجهی است برای این بازیکن فرانسوی استقلال. باز هم در صحنه آسالا میبینیم ضربه‌ای که یامگا زد و گل سوم استقلال در این بازی به ثمر رسید، از زوایای متعدد کار بازیکنان استقلال رو میبینیم که منجر به گل سوم این تیم توسط یامگا شد. داور چهارم کمکش میکنن تو این دیدار، آرمان اسدی از استان کردستان، عباس پوریدری و حامد سیری هم از استان گیلان هست. بریم به چمن سبز ورزشگاه آزادی، در حالی که کیوین یامگا حرکت شروع کرده، یه پاس در عرض، فرصت برای استقلال و گل. چقدر زود دروازه رو باز کرد آرش رضاوند، یه شروع فوق‌العاده بود برای آبی ها، واسه دیدنیه. کیوین یامگا توپو عالی رها کردن تا آرش رضاوند، خیلی زود دروازه فرهاد کرمانشاهی و نفت مسجد سلیمان رو داره میره. ارسال در محوطه جریمه، توپ میتونه از این مهاجمین بشه، داور اشاره میکنه خطا نیست و توپ توی دروازه قرار گرفت. یه اشتباه، فقط یه اشتباه کافیه که یامگا یخ بازی رو بشکنه. گل میزنه استقلال، خطا به زعم بازیکنهای مس در شرایطی که جاگیری آقای اکرمی جاگیری خوبی بود، قشنگ صحنه رو زیر نظر داشت. استقلالی ها اعتقاد داشتن اول بازیکنهای مس خطا کردن، یه لحظه تحت تاثیر همین صحنه بازی رو رها کردن تا یامگا اینجوری این طرفدارای استقلال رو به وجد بیاره. استقلال 1-0. حاضر فدراسیون هم کنار زمین هست، حالا کیوین یامگا باید ضربه پنالتی رو بزنه، حرکت میکنه پشت توپ میزنه و توی دروازه، گل برای استقلال تهران و نتیجه 2-1 میشه در وقتهای اضافه این دیدار. کیوین یامگا گل دوم رو میزنه برای استقلال تهران، 2-1. و امیر قلعه‌نویی که هنوز هم روی نیمکت نشست، برای نفوذ اونها بسته شده و پرتعداد دارن اونجا اداره میکنن بازیکنان سپاهان. یزدانی، دوباره زبیر نیکنفس، یامگا به حرکت دار اومد، رو به جلو برای یامگا، خطرناکه، موقعیت، موقعیت برای استقلال و گل، گل برای استقلال. خیلی زود اونا کارو به تساوی میکشونن. پنالتی زنه اصلی استقلالی ها پشت توپ قرار گرفته، اینم محمد رضا اخباری، یامگا، سوت کوپال ناظمی، حرکت یامگا، ضربه‌ای که میزن و درون دروازه قرار میگیره. استقلال 1-1. نزدیک بود که اخباری بگیره توپ کیوین یامگا رو، اما این اتفاق نیفتاد و بازی به تساوی کشیده شد. گل پیروزی بخش برای استقلال باشه، آیا قصه تکرار خواهد شد
یا پایان قصه جور دیگه ایه. تا لحظات دیگه کوین یامگا، اکبر منادی، استقلال، گلگهر، کوین یامگا پشت توپ میزنه و توی دروازه. استقلال 2-1. دیروز استقلال خورد و امروز آلمیون خورد. تنها تیمی که تعداد گل خوردش دو رقمی نشده استقلال. یه ضربه توی دروازه، کوین یامگا تکرار میکنه گلزنیش رو در مقابل سوباهن. این مهاجم فرانسوی با اصالت کامرونی، آرتور کوین یامگا تینشو دروازه رو باز میکنه و استقلال رو به گل میرسونه. حبیب فرعباسی کاری نمیتونست انجام بده. تاست جعفر سلمانی دوباره برای یامگا، با پای راست ارسال درونه محبت، یه جریمه این ضربه و گل برای استقلال. امیر حسین حسینزاده مثل بازی رفت گلزنی میکنه. ستاره جوون و خوش تکنیک استقلالیا این بار با یه ضربه سر دروازه حریف رو باز کرد.